الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وآله وصحبه أجمعين وبعد برادران و همشیرهای محترم درس بخش دوم درس اول ما در مصدر است. از اینکه مصدر اصل مشتقات است و در چپتر من هم درس اول مصدر آمده است، بنابراین با آنکه در مفردات که امرای شما است درس مصدر تقریبا در هفته 14 قرار داره، لیکن من روی سببی که برایتون ذکر کردم درس رو از مصدر شروع میکنم. تعریف مصدر، مصدر لفظ رو گویند که دلالت بر یک رویداد نموده و مجرد از زمان و وقت باشد و حروف فعل را حروف فعل خود را در لفظ یا در تقدیر و یا در تعویض در بر داشته باشد، یعنی حروف فعل خود را لفظاً یا تقدیراً و یا تعویضاً در بر داشته باشد. یعنی معنیش این که ما مصدری داریم که تمام حروف فعل خود را لفظاً در بر داره، مصدری داریم که حروف فعل خود را تقدیراً در بر داره، و مصدری داریم که حروف فعل خود را تعویضاً در بر داره. مثال اول، علم علماً فهم فهماً کتاب کتابتاً. شما بگید که مصدرها تمام حروف فعل خدا در لفظ دربر دارد. مثال دوم، قاتل قتالن. شما ببینید در قاتل بعد از قاف یک الف آمده و این الف در قتال باید نبود، و این الفی که در قتال است قتال این الف قابل این الف قاتل حذف شده، یعنی اصلا معنیشی که الف بعد از قاف هست و در اینجا چی هست که اصلش قیتالن قیتالن. به اون خاطر در بعض جایی ها میگویم که یا آمده در زبان عرب ثابت است، یا قاتل قیتالن یا ضرب ضرابن. بنابراین پس قیتالن تمام حروف فعل خود را تقدیرم در برداره، یعنی قتالم در تقدیر قیتالم است که قیتالم هوا علف قاتله بیا بدل شده به خاطری که قبل از آن چی آمده؟ کسر آمده. و مثال سوم، وعد ادتن. وعد شما ببینیم ما در فعل واو داریم، فای کلمه واو است. این واو در مصدر وجود نداره، این واو در مصدر چی نداره؟ وجود نداره. بنابراین این واو حذف شده و به عوض هم تا آمده که ادتن میگویم، عوض هم چه آمده؟ تا آمده. پس خیل ادتن تمام حروف فعل خود را تعویضاً در بر داره، یعنی به این معنی که تا عوض از واو است. و سلم تسلیمن، شما ببینید فعل ما دو لام داره، فعل ما چند لام داره؟ دو لام داره، دو لام داره. این همین یک لام ازی در مصدر وجود نداره. میگوین که همان تای تسلیم چی است؟ همان تای تسلیم عوض از چی است؟ از یک لام سلم است. اصلی تسلیم، اصلی مصدر سلم است، سلام است، سپس یکی از دو لام حذف شده، یکی از دو لام حذف شده چی شده؟ با جای هم تا آمده که تسلام با تسلام با تسلیم جور شده، و چی شده جور شده؟ تسلیم جور شده. این بود تعریف مصدر. و مصطلح دیگری که ما شما داریم به نام اسم مصدر یاد می شود. اسم مصدر، در تعریف اسم مصدر میگویند که اسم مصدر لفظی که به معنای مصدر بوده لیکن تمام حروف فعل خود را
لبدن تغییدن و تقدیرن بربر نداشته باشد. یعنی منشی که حروف فعل در اسم مصدر ناقص و کم می آید. لفظیست که به معنی مصدر است، خوب حروف فعل در این کم هست. مثلا توابده مصدر توابده اون است. و حالا به شما میگیم ودو گرفتیم، ودو ان توابده فلان ودو ان، بس خیلی ودو اسم مصدر است و آتا مصدرش اعطا ان است، لیکن آتا ان اسم مصدر است زیرا که حمزه داری نیست، در توابده تا نیست. و در سلمه سلامن ببینید که یک نام چیزی هست شده و ایوازم می آمده، سلام اسم مصدر است و مصدر تسلیم است، اعانم مصدرش اعانتن است و اعانم اسم مصدر است، زکا مصدرش تزکیتن است و زکا چی است؟ اسم مصدر است. سپس می آیم در مصادر افعال. افعال ما برادر و همشیران محترم یا ثلاثی اند و یا رباعی اند و یا خماسی اند و یا سداسی. افعال ثلاثی ما مصدر قیاسی که به شکل مترد و یعنی پیوسته و همیشه بیاید و نداره. افعال ثلاثی یعنی مصادر افعال ثلاثی میگن که علما میگن که الاصل فی مصادر افعال ثلاثی السماء، اصل در مصادر افعال ثلاثی سماء است، یعنی آن چی که از عرب شنیده شده سماء است. لیکن با آن همان علما یک سلسله ضوابط معنوی را ذکر کردن، یک سلسله ضوابط معنوی را ذکر کردن، گفتن اگر فعل به این معنا بیاید غالبا مصدرش این است، اگر به این معنا بیاید غالبا مصدرش این است. به این شکل یک سلسله ضوابط معنوی را ذکر کردن که ما این ضوابط تفصیلی در چپتر ها آوردیم، شما وظیفه دارین که این ضوابط بخونین، بلکل بدیشتان است. الحمدلله حالا شما در سمستر هفت هستیم، خب باید بر شما مشکل نباشه. یعنی یک دو سه تا شما ذکر میکنم، چرا که ما گریه بسیار تفصیل داده بشینیم باز نمیتوانیم، باز رسولده نمیتوانیم در ساره. مثلا میگم غالبا فعلی که دلالت به حرفات صناعات و شبه آن کنه مصدرش بر وزن فعال می آید. فعلی که دلالت به حرفه یعنی کسب و کار شبه آن کنه مصدرش بر وزن چی می باید؟ بر وزن فعال می آید. مثلا حده حدادت آهنگری حداده آهنگری و خیاطتون خیاطی می شما خیاطی می گید خیاطتون خاط صوبه خیاطتن منی مصدرش بر وزن فعاله یا شبه کسب و کار. وزارت خود کدام کسب خاص خود نیست، یا عمر عمارتون خود کدام کسب خاص نیست، و همچنان سایر مثال هایی که ذکر شده در چپترتون. دوم میگن غالبا فعلی که دلالت به یک نوع حرکت و استراب کنه مصدر هم بر وزن فعلان می آید. شما ببینید ولی ما ببینید که فورانن مثلا میگم که فور الماء، یا میگم که غل الماء، فوران و غلیان. ببینید که علی حرکت استراب، ببینید طاف حول البیتی توافان و جالا جوالان. سیون اگر غالبا فعلی که معنای امتناع را برساند مصدرش بر وزن فعال می آید. شما ببینید که عبا و استکبره ابا ان مصدرش ابا فعال. جماحا یعنی معنیش که همون چیست؟ معنی نفرت هم میرسن، معنیش چی؟ نفرن فورا. به همین شکل
چهارم است، پنجم است، ششم است، هفتم است که شما بخونید انشاءالله مشکل نداره. کلمات هم انشاءالله واضح است. اگر کدام کلمه مشکل شد میتوانید که انشاءالله سوال کنید و در معنی کلمات میتوانید که شما چی کنید در قوانیس با فرهنگا مراجعه کنید. سپس علما میگن که اگر فعل این معانی را نمیرسند، اگر به این معانی هفگانه نبوده باشه که معنی که برایتان ذکر شد، باید دیده شد که آیا فعل متعدی است یا لازم. اگر فعل متعدی بوده باشه و باز فعل یا از باب فعل است یا از باب فعله، اگر از باب فعله باشه و یا از باب فعله بوده باشه، فعله خامشه لازم است. شما میفهمید که ما در فعل ثلاثی نظر به ماضی سه وزن داریم، فعله، فعله و فعله. فعله رو بگذار که همیشه لازم. اگر فعل ما متعدی بوده باشه باز یا فعله است یا فعله. اگر فعله باشه یا فعله بوده باشه، مصدرش غالبا بر وزن چی میگه؟ بر وزن فعل میآید. مثلا نصر نصرن، و فهم فهمن، و امن فلان امنن. این بود فعل چی؟ فعل متعدی. اگر فعل ما لازم بوده باشه، فعل لازم ما باز اگر از باب فعله بوده باشه، غالبا مصدرش بر وزن فعول می آید، مثل قعد قعودا و نزل نزولا. و اگر فعل ما از باب فعله باشه، غالبا مصدرش بر وزن فعل می آید، فعل، مثل فرح فرحا، فرح فرحا، خوشحالی را میگه. و زجر زجرا، یعنی به اصطلاح تنگی ناراحتی را، که انسان ناراحت شد و تنگ شد. و عطش عطشا، به همین شکل. نقطه قابل ملاحظه این که اگر کدام مثال مشکل است خیر است و مثال مشکل است بگذارید، این مثالی که واضح است یعنی معنیش واضح است همون مثال یاد بگیریم. و اگر فعل لازم ما از باب فعوله بوده باشه، تو غالبا بر وزن فعولتن یا فعالتن می آید، یعنی فعوله یا فعاله. مثلا صعوبة صعوبة، وسهولة سهولة، وفصحة فصاحة، وشجوعة شجاعة. شما ببینید که این خوبیت کلاس ما گفتیم که یعنی به این معنی باشه. یک سلسله معانی رو ذکر کردیم که اگر به این معنی بوده باشه، یعنی مصدرش برای وزن می آید. مثلا تو فکر کنین که اگر معنی صوت برسونه، مصدرش بر وزن فاعل یا فعال می آید. مثلا صرخ صراخ، زعر زعیر. به این شکل ما یک سلسله ضوابط رو ذکر کردیم. سپس گفتیم اگر با اون معنی، اگر فعل با اون معنی نبوده باشه، از اون هفت معنی که ذکر شدن، باز یا متعدی یا لازم. متعدی گفتیم اگر با به فعله بوده باشه یا فعله بوده باشه، مصدرش بر وزن فعل میوه. سپس لازم گفتیم فعله را فعول است مصدرش، و فعله را مصدرش فعل است، و فعله را دو وزن داره که فعله و فعله است. وقتی خود این را خوبید قیاسی. خب اگر ما الفاظ یا کلمات یا افعال را پیدا کردیم که از این قیاسی که ذکر شد از این بیرون بوده باشه، این آنها را مصدرش میگیم. همه چیست؟ همه میگیم که سما از سمایی است. حالا مثلا شما ببینیم که سخیطا و رضیه، ما شما در مصدر از اینها سخیطا بر وزن چیست؟ فعیل است. قیاس خود باید سخطا بوده باشه، لیکن از عرب شنیده شده سخطا. و رضیه را از عرب شنیده شده ردن.
در حالی که قیاس گفتیم برمه چیست؟ سخب و رابن است. چرا؟ چرا که ما باب فعیله لازم است. و رکیبه در مسترش چی میگیم؟ میگیم رکوبه میگیم. رکیبه در باب فعیله فعیله در باب فعیله متعبی است. قیاس خوب رکبن است. و همچنین سایر مثال هایی که ذکر شده و از قیاس چی شده؟ بیروی شده. یک دو ملاحظه است که یساق و منسولاسی است. خب ملاحظات بخوانید، خب اگر بفهمین خوب است، اگر نه که به قمر اگر پشتش نگشتین هم مشکل نیست. خب ملاحظات خوب است که یکان جای آباد میشه که یکان سوال در ذهن مطرح شوه. مثلا که ما گفتیم که غالبا از فعل ثلاثی مصدرش بر وزن تفعال جور میکنم به خاطر مبالغه. مثلا تضراب، تسیار، تسکاب، اینا غالبا چیست؟ مفتوح هست که یکان جایا مکسور آمده که تبیان، مثلا تبیان لکل شیء و تلقا مثلا. و دیگری که بعضی وقت مصابر سمایی از عرب شنیده شده که به وزن اسم فاعل یا اسم مفعول می آید، مثلا عاقبه، عافیه یا میسور و معصور. اینها خب ما در مصادر غیر ثلاثی، در مصادر غیر ثلاثی ما، مصادر غیر ثلاثی ما قیاسی است. مصادر غیر ثلاثی ما قیاسی است. ما اگر مصدر فعل رباعی ما اگر مجرد بوده باشه یا ملحق به فعل ثلاثی بوده باشه، به فعل رباعی، یعنی مصدر فعل رباعی یا ملحق به فعل رباعی بوده باشه، یعنی معنیش که لفظ ملحق است، یعنی معنیش که بالای لفظ یک حرفی افزون شده و چی شده؟ به رباعی پیوست کرده شده. مثلا دهرجه میگوییم. دهرجه شما ببینیم، دهرجه اصلی است، مصدرش دهرجه تن است. اینا را همه کش مصدر در وزنی فالالتن، یعنی مصدرش فالالتن می آید. یعنی نطقش خوب متوجه بشکیم، فالالتن یا فالالتن یا فالالتن، مشکل نیست. در حرف اخیر خود موضوع اعراب است. میبینید دهرجه دهرجه تن. جلببا و سیطره که اینا ملحقات است. بری هم گفتیم جلببا تن و سیطره تن بر وزن فعل الله. اگر گفتیم که اگر رباعی میگن اگر مضاعف بوده باشه با درو یک وزن دیگری هم رواست که مثلا در زلزله رواست که بگیم زلزله تن بر وزن فعل الله. و جایز است که بگیم فعلال زلزال بر وزن فعلال هم جایز است که بیاریم. ببینیم در قرآن کریم میخونیم که اذا زلزلت الارض زلزالها. مصدر ثلاثی که مزید به یک حرف بوده باشه، آن هم از نگاه حروف حکم رباعی را میگیره. بلن ما مصدر رباعی مجرد ابتدا آوردیم، ما ثلاثی مزید به یک حرف آوردیم، یعنی که هم از نگاه شمار حروف هم چیست؟ حکم رباعی را میگیره. مصدر هم ما در ثلاثی مزید به یک حرف سه وزن داریم. فعل ثلاثی مزید به یک حرف ما چند وزن داریم؟ سه وزن داریم. یکی وزن افعل است، یکی وزن فاعل است، و دیگری وزن چی است؟ فعل است. وزن افعل، وزن فاعل و وزن فعل. اگر فعل ما بر وزن افعل بوده باشه، مصدر آن بر وزن چی میده؟ افعال میآید، مثل اکرم اکرامون و اوجد ایجادن. ایجادن بر وزن افعال است و اکرامن بر وزن افعال است. لیکن همین فعل ثلاثی ما که بر وزن افعال است، اگر عین کلمه حرف علت میده باشه، شما ببین اقام بر وزن افعاله، اما عین کلمه ما حرف علت است که اقام در اصل چی است؟ اقوامه، یعنی می واو بالغ بدل شده. هرگاه عین کلمه با حرف علت بوده باشه، بس برش بر وزن افعالتن می آید.
یعنی مصدرش افعالتون است یا افعالتن است یا افعالتن. ببین اقام اقامتن یا اقام اقامتن و ابان ابانتن چی شده؟ عین مصدر یعنی اصل چی است؟ اصل اقامه چی است؟ اقوام است. اقوام بر وزن افعال عین مصدر حذف شده، سپس عوض او آن چی آمده؟ توی تانیس آمده که گفتیم که عوض ها حروف فعل چی شده؟ دیگه حرف میاید تعویزن که گفتیم در مصدر قبلا خوندیم، اگر بیادتان بوده باشه در تعریف مصدر گفتیم. اگر فعل ما بر وزن فعل باشه یعنی به شد عین، باز فعل ما یا حرف لامش صحیح است، صحیح است، حرف لامش حرف صحیح که حمزه هم نباشه، باز مصدرش بر وزن چی میاد؟ بر وزن تفعیل میاد، مثل علم تعلیم و عدم تعظیم. و احیانا بر وزن تفعیل میاد. خیر اون نوعی رو کمهش پشتش نگردین. جربه به شما در جربه تجربه بگیم مشکل نیست، در فکره تفکیر بگیم مشکل نیست، اگر تجربه و تفکره بگیم مشکل نیست. اگر لامی این فعلی ما حرف علت بوده باشه، باز مسترش بر وزن تفعله می آید، مثل ببینیم وصا توصیتن، سما تسمیتن، زکا تسکیتن. ببینیم که یای تفعیل چی شده؟ حذف شده، یوازیان چی آمده؟ تا آمده. اگر لامش حمزه باشد، لام فعله حمزه بوده باشد، با دو وزن ما داریم، میشه که بر وزن تفعیل بیا، میشه که بر وزن تفعیل، مثل جزد تجزیان و تجزیعتن و خطا تخطیعن و تخطیعتن و باسوا از اینها چی هست؟ سمایی هست، سمایی هست. سوم، هرگاه فعل ما بر وزن فعاله بوده باشد، مصدرش بر وزن فعال و یا مفعاله می آید، مثل دافع دفاعن و مدافعتن، قاتل قتالن و مقاتلتن، و جاور جوارن و مجاورتن. لیکن اگر فعاله را، اگر فعل فعاله را فاعش یا باشد، مصدرش بر وزن مفعاله می آید و بس. مثل یاسره مواسرتن، چرا که این اگر یه سارن بگی مشکل است، و یامنه موامنتن یک نوع مشکل است. زبان عربی خو از چیز، از تعقید و از مشکلات چی میکنه؟ فرار میکنه. الله تعالی با همه که با شما توفیق نصیب کنه که آنچه که گفته شد با تمام جدیت و کوشش تعقیب و پیگیری نماییم. انشاءالله متبقی صادر را درس دوم تعقیب خواهم نمود. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.